سلام، من شهریار هستم، اینجا پارسی تی وی. به برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این بار در مورد جمشید هاشمپور، ملقب به جمشید آریا و حواشی پیرامون زندگیش. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشین. قبل از شروع دکمه لایک رو بکوبید، ما رو سابسکرایب بکنید و برای اینکه قبل از همه از ویدیوهای جدید ما هم مطلع بشید، زنگوله کنارش رو بزنید. جمشید هاشمپور متولد 3 فروردین 1323 در تهران، بازیگر سینما و تلویزیونه. تحصیل کرده یه مقطع دیپلم رشته ریاضیه که با نام هنری جمشید آریا سالها درخشید، اما در عین شهرت و محبوبیت بسیار آدم تودار، متین و مردمیه. هاشمپور از پدری نظامی و اهل میانه و مادری اردبیلی در خیابان سلسبیل تهران با 8 خواهر و برادر دیگه خودش بزرگ شد و اصالتاً ترک زبانه. سال 47 وقتی 24 ساله بود، با معرفی یکی از دوستانش به ساموئل خاچیکیان، کارگردان مشهور تبریزی، برای اولین بار در فیلم جهنم سفید نقش کوتاهی رو بازی کرد. تا سال 50 در نزدیک به 10 فیلم ایفای نقش کرد، اما به خاطر دلایلی که بیشتر اخلاقی بود قید بازیگری رو زد و بعد از گذراندن دوره امدادی وارد سازمان امداد و نجات شد. به مدت 20 سال عضو گروه امدادی بود که هدف اونها نجات افراد گیر افتاده در کوه بهمن و تصادف بود، تا اینکه از اون سازمان بازنشسته شد. سال 60 وقتی 37 ساله بود، به دعوت مسعود کیمیایی برای بازی در فیلم خط قرمز به سینما برگشت و در سال 63 با فیلم تاراج در نقش تاریخی و به یاد ماندنی زین آلبندری به شهرت رسید. هاشمپور سال 64 در 41 سالگی بعد از بازی در فیلم یوز پلنگ به مدت 3 سال ممنوع کار شد. معتقد بودن خیلی داره پرواز میکنه و مطرح میشه. آقای بازیگر قبل از انقلاب با خانم مهرنگیز متین ازدواج کرده که ثمره این زندگی 2 فرزند دختره. مریم هاشمپور یکی از دخترانش، تجربه مجریگری در تلویزیون رو هم داره. استاد هاشمپور از معدود هنرمندانیه که فعالیت تئاتری نداره و فقط در فیلم تماس شیطانی در سال 1371 که صحنه‌ای از تئاتر رو بعد اجرا می‌کرد، با راهنمایی مجید مظفری تونست از پس این کار برمیاد. میگه معمولا اسم بازیگرانی که در دهن نچرخه و آسان تلفظ نشه رو تغییر میدن. تغییر اسم من از هاشمپور به آریا هم به همین دلیل بود، اما دوستان اجازه ندادن با این اسم به فعالیتم ادامه بدم و در نهایت به همون جمشید هاشمپور خودم برگشتم. میگه من سر همه فیلم ها انرژی خودم رو میذارم، ولی گاهی انتخاب بازیگران ضعیفه و اون ضعف هم به ما لطمه میزنه، به خصوص روی من که وسواس خاصی در کار دارم. ما در سال 93 کاری انجام دادیم به نام من دیگو مارادونا هستم که یک پلان خیلی ساده رو 40 برداشت گرفتن که این شیوه رو من اصلا نمیپسندم. تا 10 روز بعد از اون سر صحنه نرفتم، تا بعد خودشون اومدن دنبالم. من گفتم بده در سینمای ایران بپیچه یه نمای 3 نفره رو این همه برداشت گرفتیم. میگه اگه بخوام در میان همه نقش هام یه فیلم رو دوباره بازی کنم، اون فیلم قارچه سمی تو سال 80 که به نظرم فیلم قشنگ و تاثیرگذاری بود. این فیلم آنطور که باید از سوی مردم دیده نشد و مورد بیمهری قرار گرفت. شاید براتون جالب باشه بدونید آقای بازیگر خیلی خجالتیه. میگه من مثل مردم یه شغل دارم و اون بازیگری، وگرنه در اجتماع مثل یک شهروند عادی هستم، اما در مجموع یه مقدار کمروم و در اجتماع معذب میشم. اما از زمان کودکی و نوجوانی هم چندان اهل حضور در جمع نبودم، که البته این به معنی انزوا و گوشه‌گیری نیست، اما اگه در کل بخوام بگم آدم خجالتی و کمرویی بودم. مهر ماه 99 گواهینامه درجه یک هنری توسط نماینده وزیر و دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور به استاد جمشید هاشمپور اعطا شد. چند سال پیش بود که جمشید هاشمپور، بازیگر توانا و بی‌حاشیه سینما، چند وقتی در سکوت خبری روزهای سخت ناشی از بیماری قلبیش رو می‌گذرد. هر کسی جمشید هاشمپور رو می‌شناسه می‌دونه چه آدم تودار و با اعتماد به نفسی. اصلا همین توداری باعث شده او رو کمتر در برنامه‌های تجلیلی از هنرمندان ببینیم. اما اون مدت جمشید هاشمپور به دلیل عوارض برآمده از یک بیماری قلبی دچار ناراحتی شدید شده بود و همین باعث شد به یکی از بیمارستان‌های فوق تخصص قلب منتقل و به تشخیص پزشکان چند روزی رو در بیمارستان بستری بشه. تو اون برهه زمانی انتشار اخبار ناگوار از وضعیت این بازیگر باعث ایجاد شایعات درگذشت هاشمپور شد، که البته باز هم عده‌ای به دامن زدن این شایعات و انتشار اون پرداختن. این اتفاق فشار و استرس زیادی رو به روی آقای بازیگر و خانواده‌اش وارد کرد
ناراحتی که با توجه به وضعیت قلبی او میتونه ضرر جبران ناپذیری به بار بیاره. بعد از مدتی رسانه‌های مختلف این خبر فوت رو رد کردند و برای آقای بازیگر آرزوی بهبودی و سلامتی کردند. استاد هاشمپور در طول فعالیت هنری خودش جوایز زیادی هم از آن خودش کرده که میشه در زمره اونا سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای فیلم دارکوب از 36مین دوره جشنواره فیلم فجر، تندیس حافظ یک عمر فعالیت هنری از 16مین جشن حافظ در سال 95، دیپلم افتخار بازیگر نقش اول مرد برای فیلم هیوا از 17مین جشنواره فیلم فجر در سال 77 اشاره کرد. میگه من برای پذیرش نقش ملاک اول برام تهیه کننده است و بعد فیلم نامه و کارگردانی، سه عاملی هستن که در تاثیرگذاری قبول یک پروژه تو سیستم کاری من نقش دارن. از آخرین فیلم های آقای بازیگر میتونیم به فیلم سینمایی لبخط در سال 99، برای مرجان در سال 99، شیشلیک در سال 99 و راند چهارم در سال 99 اشاره بکنیم. سریال آقازاده هم آخرین فعالیت ایشون در عرصه سریال بود که در شبکه نمایش خانگی پخش شد و بسیار هم سر و صدا کرد. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفا نظرات خودتون رو راجع به این بازیگر دوست داشتنی عرصه هنر، سینما و تلویزیون با این همین صفحه ما به اشتراک بگذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت‌هامون حمایت بکنید.